بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. قال الصادق عليه السلام: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. با کسب اجازه از محضر همه عزیزان، علمای بزرگوار، ائمه جماعات و خدمتگزاران مردم و رهبران دینی مردم و مسلمان، دقایقی را که خدمت شما عزیزان هستم، مطالب راجع به این حدیث گرانبهای امام صادق علیه السلام خدمت شما به عرض می رسانم. این حدیث در کتاب شریف کافی است که حضرت فرمودند: العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس. کسی که عالم به زمان خودش باشد، امور ناگهانی و حوادث پیش بینی نشده بر او هیچ وقت هجوم نمیاره. مفهومش اینه که اگر کسی عالم به زمان خودش نبود، حوادث و اموری که پیش بینی نکرده بر او هجوم میاره. علما با عنوان این که وارثان پیامبر خدا صلوات الله و سلامه علیه هستند، باید این وراثت را در همه عرصه ها به مرحله ظهور برسانند. پیامبر خدا صلوات الله و سلامه علیه، وظیفه ایشان ابلاغ وحی بود که این وظیفه اختصاصی پیامبر بود، و بعد هدایت مردم، رهبری مردم، آشنا کردن مردم به مسائل دین و مواظبت از حدود و ثغور اندیشه های دینی، و در عین حال رهبری سیاسی مردم و مقابله با دشمنان اسلام. اینها بعضی از کارهایی بود که پیغمبر بزرگوار اسلام به عنوان وظیفه الهی بر دوش داشتند. علما هم این وظایف را در حد توان خود بر دوش دارند. اگر عالم بخواهد مصداق این حدیث شریف باشد که العلماء ورثه الانبیاء، باید حداقل بخشی از وظایفی که پیغمبر اکرم بر عهده داشتند و اون چه در حد توان او هست با عهده بگیرد. خب طبیعی است که ما نمیتوانیم معصوم باشیم، نه به اندازه پیغمبر خدا صلوات الله و سلامه علیه توان وجودی و فکری داریم، و نه هم اون مقداری که خدا از پیغمبرش میخواست از ما میخواهد. اون بزرگوار معصوم بود و مؤید من عند الله و انتخاب شده بود برای هدایت جامعه و رساندن پیام وحی، برای هدایت انسان و رساندن پیام وحی. از ما خدا به اندازه توانمون میخواهد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا از هر کسی به اندازه توانش میخواهد، اما ما باید به اندازه توان خود اون چرا که میتوانیم انجام بدهیم. نشود گاه ما در حد توان خود کار را که میتوانیم انجام ندهیم. اگر چنین شد، خدای نکرده ممکنه در پیشگاه خدا مسئول باشیم از یک طرف، و از جانب دیگر اون جایگاه
وراثتی که خدا که پیامبر اکرم برای علما در نظر گرفته در ما به صورت درست و مناسب تبلور پیدا نکنه. ما چه کار باید بکنیم؟ عالم دین از اسمش اولا معلومه، باید عالم دین باشد، به دین خود عالم باشد. این ابتدایی ترین کار است. اگر خدایی نکرده کسی در جایگاه عالم دین قرار داشته باشد و آشنای به دین نباشد، خودش را بازی میده. پس ما باید تلاش کنیم هم عالم باشیم، هم عالم به دین باشیم، دینشناس باشیم. اون حدیثی که از امام باقر علیه السلام همه شما بزرگواران بهتر از بنده بلد هستین و بارها هم در منابر خواندین، الکمال کل الکمال التفقه فی الدین، اساسی ترین پایه کمال برای انسان و مسلمان تفقه در دین است. ما باید دین شناس باشیم، حقیقت دین را خوب بشناسیم. اگر دین شناس بودیم، وقت مطلب به عنوان دین بخواهیم عرضه کنیم، اولا خود ما تشخیص میدهیم این مطلب دقیقا مطلب دینی هست یا نیست. ثانیا اگر دین شناس بودیم، هر مطلبی که از طرف هر کسی چه در لباس ما باشد یا در لباس دیگری در سلک روشن فکرها باشد، به اصطلاح تحصیل کرده های دانشگاه ها باشد، از جامعه اسلامی باشه یا غیر اسلامی باشه، وقتی صحبت مطرح شد ما به راحتی و حداقل با دقت میتونیم، با یک دقت و با تأمل میتونیم متوجه بشیم که این حرفش حرف دین هست یا نیست، بر معیار امور و اصول دینی هست یا نیست. متفقه در دین باید باشیم، دین شناس باشیم. اما اگر خدای نکرده اینجور نبودیم، ممکنه کسان شطور سوار از زیر ریش ما رد بشن، مطالب را مطرح بکنن به نام دین که ما توجه نداشته باشیم واقعا این مطالب مال دین هست یا نیست. خیلی افکار التقاطی در دنیای اسلام در طول تاریخ پیدا شده، در زمان ما هم هست. گاهی کسانی پیدا می شوند از اسلام یک چهره ارائه می کنند که به نظر خود خیلی هم می خواهند خدمت بکنند به اسلام. حالا یا اینها مغرضند، می خواهند حقایق اسلام را وارونه بکنند و اسلام را به یکی از تفکرات دیگر نسبت بدهند، یا اینکه فکر می کنند که اگر مطالب در تفکرات غیر دینی وجود داره، ما توانستیم رد پای از این مطالب در اسلام هم پیدا بکنیم، خیلی جالبه. لذا بعضی دیده میشه، حالا شاید کمتر باشه، قبلا بود بعضی ها مثلا میگفتن که افکار اسلام با سوسیالیسم خیلی نزدیکه. چرا؟ به خاطر اینکه سوسیالیسم هم دیدگاه های اجتماعی داره، دیدگاه های جامعه گرایانه داره. سوسیالیسم هم یعنی جمع‌گرایی، در مقابلش و اصطلاحات جدید اندیویدوالیزمه، یعنی فردگرایی. کسانی هستن فردگرایان، یک تفکر هست در دنیا که فردگرایی همه چیز را بر محور منافع فرد تعریف میکنه، که بیشتر تفکر غربیه، تفکر حاکم بر کشورهای غربی و فلسفه اجتماعی غرب مبتنی بر این تفکره. در مقابلش تفکر جمع‌گرایی سوسیالیسم، یعنی تفکر مبتنی بر منافع جمع، که کشورهای بلوک شرق این شعار را میدادند در مقابل غربی ها، ادعا میکردند که ما میخواییم منافع جمع را، جامعه را تأمین بکنیم، با منافع فرد کاری نداریم، او استعمار است که یک فرد بیه همه منافع را به جیب خود بزنه، ما باید مخالف با استعمار باشیم. خب این صحت و سوق به یه حرفا کار نداریم، اینا تردم للباب به قول ما طلبا عرض کردم. اون وقت اسلام، خب همه ما با شما میفهمیم که روح حاکم بر رهنمودها و افکار دینی و اسلامی روح جمعیه، یک واقعیت است. اما اینطور نیست که از فرد غفلت بکنه. اسلام که میگیم دین اعتدال، یعنی همین
در تفکر حاکم بر بینش‌های غربی ملاک و اساس فرد اندیویدوالیسم میگه که همه چیز بر محور منافع فرد، خدا کنه اصلا در دنیا آدم باقی نمونه ولی منافع یک فرد تامین بشه، اصل مهمه. سوسیالیسم برعکسش میگه اصل منافع جمعه. حالا به خاطر رسیدن به منافع جمع و تعمیر منافع جمع ممکنه که افراد از بین برن، اشکال نداره. در بینش سوسیالیسم شما میتوانید، کسی که طرفدار اون بینش میتواند ظلم بکنه به افراد، کسانی را از بین ببره با توجیه این که ما میخواییم منافع جمع تأمین بکنیم، منافع اکثریت را تأمین بکنیم. اما در بینش اسلام که دین اعتدال هست، هم جمع به رسمیت شناخته شده، هم فرد، هم مصالح و منافع فرد ملحوظ است، هم مصالح و منافع جامعه ملحوظ است، هر دوتایش در کنار هم ملحوظه. نه حق داریم منفعت فرد را زیر پا بگذاریم، نه حق داریم منفعت جامعه را زیر پا بگذاریم، قابل جمع است. این ویژگی اسلام همینه. بعض همین جهت میگن اسلام دین اعتدال، اسلام دینی که با فطرت انسان سازگاره. شما هیچ فردی را نمیتوانید در دنیا پیدا بکنید که از منفعت شخص خود علل اطلاق بگذره، خود برای خود هیچی نخواه، برای دیگران بخواه. اما در این حال که ما این با فطرت ما سازگاره برای خود میخواهیم، بر اثر آموزه‌های دین باید روح جمع‌گرایی هم داشته باشیم، چیزی را به خود می‌خواهیم به برادر مؤمن هم بخواهیم. لذا پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در اون حدیث فرمودند که لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه و یکره لاخی ما یکره لنفسه. مؤمن مؤمن نیست تا اینکه دو خصوصیت داشته باشه. حالا خصوصیات دیگه هم در احادیث دیگه نقل شده، در این حدیث عرض میکنم، هر چی را به خودش دوست داره به دیگران هم بخواه، به برادر مؤمن خودم بخواه، به جامعه هم بخواه، هر چی را به خودش بد میدانه و از او گریزانه به دیگران هم نخواهه. این نشانه مؤمن بودنه. ببینیم که هم منافع فرد ملحوظ است در اسلام، هم منافع جمع ملحوظ است. پس اسلام دین اعتدال. اون وقت کسان ممکنه بیایند در بین به اصطلاح روشن فکرا، به تعبیر بنده شبه روشن فکرا، اون روشن فکر کسی است که فکر دقیق داشته باشه و فکر روشنی داشته باشه که رهگشا باشه برای جامعه بشری، حالا مبتنی بر تفکرات دینی و اسلامی باشه میشه روشن فکر دینی یا مسلمان، بر تفکرات غیر اونا باشه میشه روشن فکر غیر مسلمان. اما فکرش باید واقعا راهگشا باشه. ولی افکاری هست که راهگشا نیست، نجات بخش نیست، خیال میکنند افکار درستیه. اینا رو بنده روشن فکر نام نمیگذارم، میگم شبه روشن فکر یا روشن فکر نما. نشون میخوان بدن که ما روشن فکرین ولی در حقیقت روشن فکر نیستن، مدعیان روشن فکری. از اینا در جامعه زیاد دارین عزیزان، خیلی هستن، در هم در جامعه ما در افغانستان هستن، هم در جامعه دیگر هستن روشن فکر نماید. ولی ته افکار اینا اگه مطالعه بکنین چیزی در نمیایه، گاهی یک چیزی در نمیایه پوچه، گاهی هم میبینی چیزای بدی در میایه، افکار انحرافی و افکار غریبه در میایه، افکار التقاطی در میایه. یک چیزی از مسائل دینی یاد گرفتن بسیار ناقص، یک چیزی هم از مطالب غیر دینی از جای دیگه یاد گرفتن سراسر به هم بزنن ارائه میکنن به جامعه به عنوان خلاق فکری. این میشه تفکر التقاطی، مخلوط کردن دین با غیر دین، اینجور چیزا هست. کسی که عالم به زمان خود هست، کسی که عالم دین هست، حالا قبل از زمان عالم به دین هست، باید متفقه در دین باشه، دینشناس باشه. اگر دینشناس بود اینجور افکار زود از هم میتونه تشخیص بده، میتونه اینا در لابراتوار فکر و اندیشه و مغزش اینا لایر باز بکنه، آنالیز بکنه، مثل که در لابراتوار خون وقتی آنالیز میکنن مشخص میکنن چقدر این خون قند داره، چقدر این خون چربی داره، چقدر گلبولای سفید داره، گلبولای قرمز داره، تعدادش کم زیاده، همه چیز رو مشخص میکنن. در لابراتوار فکر خود و اندیشه اسلامی و دینی خود عالم دین باید بتونه هر فکری که ارائه میشه او را تجزیه و تحلیل بکنه و میزان خلوص او را
مشخص بکنه بر اساس عیار دین، بر اساس عیار قرآن. تلافروش ها دیدین ما و شما یک چیزی دارن به نام محک، وقتی طلا رو میبریم، یک تکه طلا میبریم به اونا، انگشتر طلا میبریم، نگاه میکنن به اون محک میزنن، بر اساس دانشی که دارن تشخیص میدن که این طلای 14 18 24 یا کمتره، چقدر مس زدن بین چقدر طلا زدن. عالم دین هم باید محک داشته باشد. محکش چیز؟ علمش. محکش چیز؟ فقاهتش، تفقهی که در دین داره، آشنایی که با موازین دینی داره، این محکشه. هر فکری که ارائه میشه باید عالم دین این فکر را با این محک، با این ابزار که داره، با این ابزاری که به عنوان محک هست که تفقه هست، باید محک بزنه ببینه این چقدر خلوصی داره، میزان خلوصیش کامله یا نیست. بعد که مطمئن شد از میزان خلوصی، این فکر را تایید بکنه. مطمئن نشد، اعلام بکنه به جامعه، هدایت بکنه او صاحب فکر را که این فکر ارائه کرده، او را متوجه بسازه به ناخالصی هایی که در این فکر هست. عرض کردم به عنوان نمونه، بعضی از تحصیل کردگان بودن به خصوص در دهه های قبل، یعنی مثلا 10 سال پیش، 15 سال پیش، که افکار سوسیالیستی در دنیا یکم بیشتر مطرح بود و نوع مدعیان روشن فکری و تحصیل کرده های دانشگاهی ما که چند تا کتاب میخوندن و کلمات مثل سوسیالیسم و مارکسیسم و امثال از اینا یاد میگرفتن و فکر میکردن که تفکر سوسیالیستی یا جمع‌گرایانه یک تفکر بسیار خوبی هست، باید ما بگردیم در لابلای اسلام هم اگه فکر پیدا کردیم تایید بکنیم، اگر نکردیم نکنیم. مثلا مبنا اینا بود تفکرات سوسیالیسم و او تفکرات را اصل میدونستن و درست، بعد میگشتن دنبال تفکرات اسلامی، بینش های اسلامی، اگر چیزی با این همخوانی داشت میگفتن ها این خیلی خوبه. لذا بعضی به خاطر از این که اثبات حقانیت تفکرات اسلامی یا رهنمودهای اسلامی بکنن، میگفتن ها این با سوسیالیسم سازگاری داره، چپه حرکت میکردن، برعکس برنامه ریزی میکردن و کار میکردن. به جای این که تفکرات سوسیالیسم را با اسلام بخوایم ما مقایسه بکنیم و صحت و سقمش را، حق و باطلش را بر اساس محک اسلام عیار بزنیم، برعکس میکردن. اسلام را نگاه میکردن، میآوردن با تفکرات سوسیالیستی محک میزدن، میگفتن ها ایشون نزدیک به این تفکر هست، پس این درسته، این خیلی خوب گپیه. کوشش میکردن در بعض آثار و نوشته های خود اینو وانمود بکنن که بله اسلام دین خیلی خوبیه، چون با آموزه های سوسیالیسم مخالفت نداره. در لابلای اسلام شما بگردین گپای پیدا میکنین که سوسیالیسم هم گپا را قبول داره. این میشه افکار التقاطی. عالم دین باید متفقه در دین باشه، اسلام را با عنوان یک کمپلکس، با عنوان یک مجموعه فکری الهی که از جانب خداوند متعاله و ملقات از جانب خدایه، وحی از جانب خداوند متعال شده و فکر هیچ بشری در او دخیل نیست، حتی فکر پیغمبر خدا در اسلام ذره دخیل نیست. اینا ما شما معتقدیم. بعضیا میخوان که باز همین روشن فکر رو آبی کنن، میگن که پیغمبر خدا در او مسافرتی که رفته بود در دوران جوانی، راهبی را دیده بود و راهب عالم بود و چون کجا پیش کی دیده بود، و پیغمبر چون به طرف شامات رفته بود و به سرزمین های متمدن اون روز رفته بود، لذا افکار روشنی پیدا کرده بود، لذا حرفایی که پیغمبر خدا میگفت حرفای درست بود، روشن فکری بود. نه اینجور نیست. پیغمبر خدا از هیچ جای درس فرا نگرفته بود. النبی الامی، پیغمبر امی، درس نخونده، هر چی داشت از خدا داشت. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوا، هر چی داشت از خدا داشت، مثلا کسی دیگه به پیغمبر چیز یاد نداده بود. ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، خدا ما را ادب کرد، تربیت ما، تربیت پیغمبر به دست خدا بود. فا احسن تعدیبی، پیش هیچ کس پیغمبر تربیه نشد، بزرگ نشد، از هیچ کی یاد نگرفت.
خدا به پیغمبر یاد میده که از خدا بخوای که علمتو بیشتر بشه، رب زدنی علما و قل رب زدنی علما، از خدا بخوای که علمتو را زیاد بکنه. هر چی یاد گرفتید از خدا بود. پیغمبر به عنوان یک روشن فکر نبود، به عنوان پیغمبر بود، یعنی پیغام می آورد از جانب خدا به انسانها، به عنوان امین بود، امین وحی الهی بود. از خودش یک سر سوزن دخیل نکرد، از تراوشات فکر خود، عقل خود، تجارب خود، اگر چیزی داشت یک سر سوزن دخیل نکرد، هر چی بود از خدا همونجور نقل کرد. لذا پیغمبر خدا آیات را که آورد برای ما همونجور که جبرئیل علیه السلام به پیغمبر گفت بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد و قلش آورد، مخاطب که پیغمبره، اگر میخواست از پیش خودش کم زیاد کنه دیگه قل رو نمی آورد، میگه بسم الله الرحمن الرحیم هو الله احد، چون معرفتش اینه دیگه، اون جنبه معارفیش اینه که خدا یکتایه، یگانه. این اما روشن فکر ما آبایی که اخیرا پیدا شده بودن همین فکر کردن. این قذافی بدبخت روزگار که ما شما دیدیم به چه سرنوشت بعد گرفتار شد و از یک سوراخ آب یا بین چیزی قایم شده بود، بالاخره او در آوردن با او قدرت و هیمنتی که داشت و کشتن. یک کتاب دور نوشته بود به نام کتاب سبز، به حساب خود، به ادعای خود روشن فکری بود در عالم اسلام. یکی از پیشنهادهای بسیار مزخرف و بی‌معنایی که او کرده بود همین بود که ما اون چرا که خدا به پیغمبر نازل کرده باید امروز او طوری بخونین که به درد ما میخوره. اونایی که او زمان مخاطبش پیغمبر بوده دیگه چون پیغمبر نیست او کلمات رو باید کنار بگذارین. از جمله اونها یکی همین که هر جای قل هست قل کنار بگذاریم، قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون، قل رب زدنی علما و چیزای دیگه که قل اللهم مالک الملک. این مخاطب این قل های پیغمبره، یعنی پیغمبر بگو حرفا. خب دیگه پیغمبری که نیست و لازم هم نیه که پیغمبر بگه گفته پس ما قولار کنار بگذاریم. این همون روشن فکر معابی غلطی. ما معتقدیم که همه چیز قرآن توقیفیه، احکام دین توقیفیه و همه چیز رو ما باید اونچنان که به ما رسیده حفظ بکنیم و ادامه بدیم. لذا عالم باید متفقه در دین باشه و ملاکش دین باشه، هر فکر را که در زمانش عرضمشه با دین محک بزنه. اگر اینطور بود با مشکلات مواجه نمیشه، اما اگر خدای نکرده عالم متفقه در دین نبود، یک کم علم داشت به همون کم اکتفا کرد. البته هیچ کدام ما عالم مطلق که نیستیم، هر کدام ما عالم نسبیم، در دنیا همه انسان ها اینجورن، عالم مطلق خدایه، انسان ها عالم نسبی هن. اما همین عالم نسبی باید نسبتش را بالا ببریم به اندازه توان خود. هیچ وقت باید از تحصیل علم غفلت نکنیم. حرفی که خدا به پیغمبر میگه و رهنمود است به پیغمبر و در حقیقت برای ما، این را فراموش نکنیم و قل رب زدنی علما، خدایا علم مرا زیاد کن. همیشه باید دنبال تحصیل علم بریم. لذا ما در اسلام فارغ التحصیل نداریم، اینا اصطلاحه که فارغ التحصیل، از فلان مقطع فارغ التحصیل شدیم. اطلب العلم من المهدی الله، زگهواره تا گور دانش بجوی، چنین گفت پیغمبر راستگوی، زگهواره تا گور دانش بجوی. تا آخر ما باید دانشجو باشیم، فارغ التحصیل نداریم. اگر اینجور باشیم راه به جایی میبریم، دست ما خالی نیست، بضاعت مالی ما اگر خوب باشه میتونیم هر چه خواستیم بخریم، زیاد نشد کم بخریم. بضاعت علمی ما اگر زیاد بود همینطور، اما اگر خدای نکرده بضاعت علمی کم بود با مشکلات مواجه میشیم. پس اول گپ اینه که عالم دین باید سرمایه علمی خود را زیاد بکنه، چون ما با این سرمایه است که به میدان میاییم. حرف دوم اینه که وقتی انسان عالم به دین بود باید عالم به زمانم باشه. کسی که میخواد در بین جامعه نقش ایفا بکنه علاوه بر تفقه در دین باید عالم به زمانم باشه. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، کسی که عالم به زمان خودش باشه مسائلی که اشتباه به وجود میاره، افکار نوپیدا و چیزهای از این قبیل، اینا هیچ وقت بر او هجوم نمیاره که او را در بین خودش فرا بگیره و غرق این چیزها بشه. هیچ وقت او
مغلوب حوادث نیست، مغلوب پیش آمده نیست، بلکه حوادث دنیا مغلوب عالم و زمان است. اگر کسی از یک منظر بالا، از یک منطقه بالا حوادث را ببینه، مثلا سر کوه نشسته، سیل می آیه، طوفان میشه، او حوادث را نگاه میکنه، اونجا خیلی براحتی میبینه که درخت را با خودش برد، آدم را با خودش برد، موتر را با خودش برد و میتونه اونجا بشینه برنامه ریزی بکنه که حالا چند متر خاک اگه بیاریم، سنگ بیاریم به او اسمت بریزیم، جلو سیل را میبنده. اما اگر خودش در پایین بود و در لابلای این تحولات بود، نمیتونه ببینه. عالم باید از یک منظر بالا، کسی که عالم به زمان خودش میخواد، از یک منظر بالا حوادث را نگاه کنه، محیط به حوادث و مسائل باشه که حوادث به او هجوم نیاره. این ویژگی عالم به زمانه. اگر ما و شما میخواهیم خدمت کنیم به دین خود، خدمت کنیم به مردم خود، باید کوشش کنیم که هم عالم به دین باشیم، چون بدون اون نمیشه. عالم به دین بودن هم درس خوندن میخواه عزیزان، درس هم که محدودیت نداره، باید درس بخونیم، به خوب درس بخونیم. مطالعه میخواه انسان، باید در رشته های مختلفی که مورد نیاز جامعه هست مطالعه بکنه، از احکام بگیرین تا اخلاقیات، تا معارف دین، تا مسائل روز، مطالب مختلفی که لازم هسته انسان باید مطالعه بکنه. مکاتب مختلف فکری، مکاتب فکری که در دنیای ما هست، اینها را باید عالم، کسی که میخواد عالم به زمان باشه، این مکاتب را مطالعه بکنه. امروز مکاتب فکری دنیا چیست؟ مکاتب مطرحش دیروز چی بوده؟ حرف اون مکاتب چیست؟ و نقض اون مکاتب از چی راهه؟ این نکته را عرض کنم و عرضم را تمام بکنم. مرحوم شهید آیت الله صدر، سید محمد باقر صدر رضوان الله تعالی علیه، که با خواهر گران قدرش بنت الهدا صدر که مجتهده بود و عالمه بود، به دست صدام در زمان حکومتش به شهادت رسیدن، یکی از شاگردهای برازنده حضرت آیت الله العظمی خویی رحمت الله علیه بود. خب میدونین که آیت الله العظمی خویی عالم کمی نبود، صاحب مکتب بود در اصول، صاحب و به خصوص در رجال، ایشون صاحب مکتب شد خودش و شاگردان بسیار زیادی تربیه کرد که امروز اکثریت مجتهدین و مراجعی که در عالم اسلام و تشیع هستن به نحو شاگرد ایشون هستن، یا مستقیم یا غیر مستقیم، البته دیگران هم اثر خود را داشتن. مرحوم آیت الله صدر با اینکه شاگرد آیت الله خویی بود و آیت الله خویی بیشتر با فقه و اصول و رجال و حدیث و درایه و امثال اینا آشنایی داشتن و مدرس اینها بودن، علاوه بر این که اینها را پیش مرحوم آیت الله خویی درس گرفت و یاد گرفت، هم از طریق درس و تلمذ و هم از طریق مطالعه تبحر در مسائل روز پیدا کرد. مسئله اقتصاد، فلسفه، فلسفه اسلامی و فلسفه های غیر اسلامی و دینی، مسائل اجتماعی و اونچه که در جامعه مطرح هست، فلسفه غرب، فلسفه مارکسیزم، همه اینها را تبحر پیدا کرده بود و محصول تلاش ایشان هم در این عرصه چند کتاب بود که بیشتر شاید درسهایی بود که ایشان به جمع خاصی از علما و اندیشمندانی که در حوزه نجف بودن یا دانشگاهیان اینا را القا میکرد. کتاب فلسفتونا که یک بررسی مقایسه‌ای دقیق بین فلسفه غرب، فلسفه مارکسیزم و فلسفه اسلامی است. کتاب اقتصادونا که باز یک بررسی مقایسه دقیق بین اقتصاد غرب، سیستم های اقتصادی غربی و کاپیتالیستی، اقتصاد شرقی و سوسیالیستی و کمونیستی و اقتصاد اسلامی و اقتصاد میانه و معتدل، مقایسه بسیار دقیق. و بعد از مقایسه سلامت بودن تفکر اسلامی را در عرصه فلسفه و در عرصه اقتصاد به صورت علمی و مستدل به اثبات رسوند، که در اون زمان کتاب‌های اول حوزات علمیه شد، کتاب‌های اول مراجع مراکز دانشگاهی شد و همه از اونها استفاده می‌کردن. کتاب فلسفتونا، اقتصادونا و مجتمعونا. مرحوم آیت الله العظمی خویی، شنیدم که یک وقتی به مرحوم آیت الله صدر رحمت الله علیه گفته بودند که شما تمام اون چرا که من یاد دارم هم یاد داری و می‌فهمی، و بسیار چیزهایی را که من نمیفهمم شما میفهمید، که اون منظور همه فلسفه و اقتصاد اینا بود. حالا آیت الله خویی هم طبعا
اقتصاد اسلامی را میفهمیدن، اما شاید از اقتصاد مارکسیسم اطلاعاتی نداشتن، از اقتصاد کاپیتالیسم اطلاعاتی نداشتن، چون مطالعه در رشته نکرده بودن. مرحوم آیت الله صدر با تحصیل جانبی و با مطالعات جانبی دقیق، مطالعاتی که مطالعات روز بود، خود را رسونده بود به این مرحله. این خیلی مهمه. لذا افکار مرحوم آیت الله صدر او زمان هم هدایتگر و نجات بخش بود و محوریت داشت افکارش برای جامعه و برای حوزات علمی و دانشگاه ها. امروز هم همونطوره. همه دانشگاه های اسلامی و حوزات علمی اسلامی و دینی نیازمند افکار آیت الله صدر هستند. فردا هم همینطوره است. خداوند متعال انشاءالله به همه ما و شما توفیق آشنایی دقیق با تفکرات اسلامی و دینی، با قرآن کریم، با مبانی دین و با مسائل روز عنایت بفرماید. و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.